این هشموریه ساکنان ولایت غورند که در مقابل ساختمان مقام ولایت هرات دست به اعتراض زده و خواهان رساندن صدایشان به گوش رهبران حکومت وحدت ملی هستند. توجه خاص گرفته نشده. هیچ یک توجه خاص دولت حکومت هیچ یک دستاورد خاص در ارتباط با ولسوالی و غور هیچ یک دستاورد خاص نگرفت. امنیت غور حالا در حال خیمه. 12 نفر از فامیلای ما کشته شده. اینا به سنگر دولت شسته بوده. حالا دولت محترم ما گفت که امروز کمک میدینم، سبا کمک میدینم. بچه های مردم بی او، بی نون، بی سلا، بی مهمات به سنگر استاده بوده. به باور اینها پس از سقوط ولسوالی تیوره ولایت غور که روز گذشته به تصرف طالبان درآمد، طالبان دست به جنایات بزرگی در این ولایت زده و تا کنون حدود 200 تن از کارمندان دولتی، افراد ملکی و نظامیان را در ولسوالی تیوره این ولایت کشتند. این دادخواهان تاکید دارند که چند ماه قبل به حکومت مرکزی در رابطه به تهدیدات بلند امنیتی و احتمال سقوط ولسوالی های غور اطلاع داده شده بود، اما تا به حال هیچ توجهی از سوی حکومت مرکزی نشده است. هر وقت همی گپ به گوش دولت رسانده شده، مردم زیاد فریاد کردند تا ای که خود وکیل پارلمان که ما اونجا به نام دکتر ملک زاده داریم به پارلمان، خود از او آخر مجبور شده آمده به منطقه و همه مردم منسجم کرده، افراد مسلح منسجم کرده تا که از حمله طالبان پیشگیری کنه. یعنی وقتی مردم متوجه میشن که دولت توجه نمیکنه، آخر خود مردم دست به کار میشن، میزنن میگن دولت دولت بگو خیانت خیانت، میگن مرگ به طالب، من میگم مرگ به طالب. یک دفعه بگن که مرگ به همتا دولتی ضعیفی که غمخوری ملت سرنم کنه. برادر زیادتر چی بگیم؟ ما آدم بیسوادیم. همین از سوزی دل خو گفتم ایتا جوان های مثل تو باری از اتا اولاد خو از بین ببردن شد. برگزار کنندگان این دادخواهی میگویند طالبان قصد دارند ولسوالی های دیگر این ولایت را از جمله پسابند، ساغر و تولک را به تصرف خود درآورده و سرانجام بتوانند به ساحه بند سلمای هرات رسیده و این بند را تخریب نمایند. اما پرسش اینجاست که نوام ساختن ولایات غربی کشور و تخریب بند سلما هدف چه کسانی است؟ دولت کاملا در جریان بود قبل از اینکه امینو عملیات کنند و حالا هم در جریان. شما ببینید 24 ساعت گذشته که طالبان در داخل ولسوالی هم دولت اقدام نمیکنه و مسئله بعد این سیاست آگاهان سیاسی و مردم اکثرا بی باورند که پس از سقوط تیوره شهرک سقوط میکنه که دیشب پلان حمله طالبان در شرک بود که خوشبختانه حمله نکردن و شاید هم حمله کنن امروز تا فردا و پس از او حتما نوبه بند سلما میرسه که در اونجا منافع ایران نفته، حتما در اینجا دست ایران و پاکستان و بعضی کشورها بدون شک دخیله. با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تدابیر جدی امنیتی در ساحه بند سلمای هرات گرفته شده و به هیچ کسی اجازه نوام ساختن این ساحه و حتی تخریب آن داده نمی شود. شما اطمینان داشته باشین که در جغرافیای ولسوالی چشت شریف به اندازه کافی نیروهای امنیتی توظیف شدن، توأم با پلان جامعه که برایشان داده شده و همچنان با تدابیری که روی دست گرفته شده با اقتدار جلوی فعالیت حرس افکنان خواهند گرفت و هیچ گونه تهدیدی متوجه بند سلما وجود نداره و دشمن قادر نخواهد شد تا خدای نخواسته به اهداف شومی که داره در ولسوالی چشت شریف است. هرچند پس از تصرف ولسوالی تیوره غور به دست طالبان تا به حال آمار دقیقی از کشته و زخمی شدن افراد ملکی و نظامی در دست نیست، اما گزارش ها حاکی از جنایت فجیع طالبان در این ولسوالی را نشان می دهد. از سوی هم گفته می شود با وجود سقوط ولسوالی غور به دست طالبان تا کنون نیروهای نظامی مورد نیاز به آن ولسوالی جهت سرکوب طالبان فرستاده نشده و هر آن احتمال سقوط آن ولایت به دست طالبان وجود دارد.